درود بر شما هموطنان و دوستان عزیز در هر نقطه از دنیا که هستید من فریما میرابی هستم و امروز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه برابر با چهارم مارچ از لندن نیمه آفتابی به همراه همکارانم به شما خوش آمد میگم به بخش خبری ایران فردا این بخش خبری کار خودش رو به صورت مستمر و هر روز از امروز آغاز میکنه امیدواریم که شما دوستان عزیز در کنار ما باشید و اجازه بدید که ما هر روز همراه با شما رشد کنیم و در ابتدای این راه پرفراز و نشیب با صبر و حوصله ما رو همراهی کنید. این بخش خبری تلویزیون ایران فردا رو با مهمترین اخبار ایران آغاز می‌کنیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه نخستین نشست خود را در سال جدید میلادی با محوریت پرونده هسته ایران. در حالی آغاز کرد که مدیر کل آژانس در آخرین گزارشی که در دو هفته پیش منتشر کرد، با توجه به اقدام ایران در بکارگیری 180 سانتریفیوژ مدل پیشرفته تر در سایت هسته‌ای قنیسازی نتنز از پیشرفت‌های برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرده بود و این در شرایطی است که فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیروز در همایشی در اصفهان از قریب الوقوع بودن نصب 3000 سانتریفیوژ پیشرفته تر برای غنی کردن اورانیوم خبر داد. نشست تازه شورای حکام آژانس بین انرژی اتمی در حالی از امروز کار خود را در وین آغاز کرد که اولی هانی میبخشید اولی هاینونن مذاکره کننده ارشد پیشین هسته ای آژانس که بارها به ایران سفر کرده بود در آخر هفته در مصاحبه با روزنامه آمریکایی والستر جورنال گفته بود که آژانس و قدرت های جهانی اطلاع, اطلاع یافتند که ایران در حال ساخت مخفیانه یک کارخانه تولید پلوتونیوم برای تولید بمب اتمی پا به پای غنی کردن اورانیوم است. هاینونن گفته بود که مذاکرات اتمی هفته گذشته در قزاقستان نیز در حالی انجام شد که کشورهای پنج به علاوه یک از این اقدامات ایران با خبر بودند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران با تاکید بر مخالفت پلیس با هر گونه تجمعی در شب چهارشنبه سوری گفت که این مخالفت شامل تجمعات هماهنگ شده و غیران می باشد. وی که دیروز یک شنبه 13 اسفند با خبرگزاری ایسنا مصاحبه می کرد افزود تجمع در پارک ها و اماکن عمومی تجربه خوبی برای نیروی انتظامی نبود چرا که این امر به ایجاد درگیری و مزاحمت برای افراد تا ساعت سه بامداد منجر می شد و معموران مجبور بودند برای برخورد با چنین موضوعاتی وارد عمل شوند. اظهارات فرمانده پلیس جمهوری اسلامی در مورد تجمعات هماهنگ شده اشاره به مراسم آتشبازی هدایت شده ای دارد که در سالهای گذشته با هدایت شهرداری ها و پلیس در برخی از میادین و پارک های تهران و دیگر شهرها برگزار شده است. وی با اشاره به فروش و توزیع مواد آتشزای استاندارد که برای استفاده در مراسم چهارشنبه سوری توسط وزارت دفاع تولید می شود را یک تجربه ناموفق توصیف کرد. وی در ادامه استفاده از این گونه محصولات در چهارشنبه آخر سال را مورد انتقاد قرار داد و پرسید در کجا گفته شده که مردم باید در این مراسم از مواد آتشزا استفاده کنند. پیشتر بسیاری از روحانیون از جمله آیت الله خامنه ای نظر مخالف خود را با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری اعلام داشتند. در حالی که اعتراض های مردم یزد و کشاورزان اصفهان در نزا بر سر آب زاینده رود به زخمی شدن ده ها نفر از معترضین در جریان مقابله خشونتبار نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران در استان منجر شده بود و با وجود اینکه استاندار یزد گفته است که رهبر نظام شخصا در این بحران دخالت کرده است قطعی و یا کمبود شدید آب در بخش های وسیعی از استان یزد ادامه یافته و یزدی در تأمین آب شرب و کشاورزی خود با سختی بسیاری روبرو هستند. محمد فلاحزاده استاندار یزد گفته است که رهبر نظام برای حل بحران میبخشید که رهبر نظام برای حل بحران وارد عمل شده است استاندارها و نمایندگان دو استان یزد و اصفهان اکنون آشکارا برای یکدیگر خط و نشان میکشند نمایندگان یزد میگویند اگر بحران آب در این استان ادامه یابد ممکن است که آنها نیز ارسال سنگ آهن برای کارخانه های مهم اصفهان را تعطیل کنند تا به باور خود تلافی کرده باشند بحران آب از چند هفته پیش تشدید شد اما پس از آنکه هفته گذشته به درگیری های امنیتی کشید و نیروهای انتظامی و سپاهی به سرکوب کشاورزان خشمگین شرق اسفان پرداختند بحران وارد فاز تازه شد جبهه اصلاح طلبان تاکید کرد که این روزها در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر نظام تلاش کرده است تا موافقت او را برای دیداری با شماری از فعالان اصلاح طلب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده جلب کند. این جبهه میگوید تلاش خواهد کرد که تایید صلاحیت سید محمد خاتمی را به عنوان نامزد انتخابات از شورای نگهبان به دست آورد. محمد جواد حقشناس نایب رئیس جبهه اصلاح طلبان به رسانه های داخلی گفته است که رهبر هنوز به درخواست ملاقات اعضای این جبهه پاسخی نداده است. حقشناس افزوده بود که بزرگان اصلاح طلب برای ارسال نامه به رهبر مورد مشورت قرار گرفته بودند. حسین طائب از سران اصولگرایان و معاون واحد اطلاعات سپاه پاسداران در روزهای اخیر هشدار داده بود که سید محمد خاتمی خود را نامزد انتخابات نکند چون به گفته او خیر نخواهد دید. حسین طائب گفته بود که این هشدار را از طریق محمد علی ابتهی دوست نزدیک و رئیس دفتر ریاست جمهوری در زمانی که خاتمی این مقام را داشت برای آقای خاتمی فرستاده است. هجده زندانی در قزل حصار کرج و چند زندان دیگر در ایران به احتساب قضا دست زدند. شماری از آنها کسانی هستند که به اعدام محکوم شدند. همزمان یک شنبه دو نفر دیگر اعدام گردیدند که در مراسمی در شهرستان میانه به پای چوبه دار برده شدند. شمار اعدامی ها اکثرا در ملع عام صورت گرفته است در کمتر از دو ماه گذشته به بیش از 80 مورد رسیده است. در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایران یک شنبه،, یک شنبه, گفت گزارشی که دکتر احمد شهید هفته گذشته فرازهای از آن را در ارتباط با ایران منتشر کرد قرار ورزیهای همیشگی است. و آخرین خبر از ایران یک روز مانده به انتخابات داخلی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و در حالی که روزهای گذشته این احتمال مطرح بود که محمد رضا مهدوی کنی به خاطر بیماری و کولت سن از نامزدی برای ریاست این مجلس خودداری کند آقای هاشمی رفسنجانی نیز نامزدی خود را برای بازگشت به مسندی که تا چندی پیش آن را در اختیار داشت رد کرد به پایان این بخش خبری رسیدیم شما را به خدا میسپارم تا لحظه دیگر همکارم مهران با اخبار خارجی با شما خواهد بود خدا نگهدار با سلام من مهران میرزایی با شما همراه خواهم بود با چند خبر خارجی روز گذشته یک شنبه در انفجار بمب در یک محل شیعه نشین کراچی بزرگترین شهر پاکستان دست کم 45 نفر کشته و 146 نفر زخمی شدند به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حال دست کم 32 تن از زخمی شدگان وخیم گزارش شده است مقامات پاکستانی میگویند بر اثر این انفجار چندین ساختمان نیز ویران شده و ممکن است قربانیان بیشتری نیز زیر آوار این ساختمان ها باقی مانده باشند. خبرگزاری رویترز هم می نویسد که این بمبگذاری انتحاری بوده و زمانی اتفاق افتاده که جمعیت شیعه در حال ترک مسجدی در این محل بودند. برابر گزارش ها بازماندگان در مکانهای موقتی چون مدارس اسکان یافتند و امروز دوشنبه در شهر کراچی برای سوگواری این رخداد تعطیل عمومی اعلام شده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است اما گروه های تندرو سنی مرتبط با القاعده به ویژه گروه مسلح, گروه موسوم به لشکر جنگوی تا کنون عملیات مشابهی را علیه اقلیت شیعه در پاکستان انجام دادند کراچی مرکز فعالیت های اقتصادی و تجاری پاکستان است و 70 درصد از درآمد مالیاتی این کشور از بندر کراچی است شیعیان حدود 20 درصد از جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند و همواره در مرز تهدید القاعده و گروه های مرتبط با آن بودند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز یک شنبه در ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهور مصر بر ضرورت پیشبرد اصلاحات و وحدت سیاسی در آن کشور تاکید کرد. مذاکرات کری با رئیس جمهوری مصر پس از ملاقات های وی با دیگر مقامات دولتی و بعضی از سیاستمداران مخالف دولت انجام می شود. در این میان بعضی از رهبران اپوزیسیون که روز شنبه از ملاقات با جان, جان کری خودداری کردن گفتند واشنگتن در جریان تقلای سیاسی جاری در مصر جانب حکومت گروه حاکم اخوان المسلمین را گرفته است به دنبال این اظهار نظر کری گفت که وی برای حمایت از مردم مصر با آن کشور مسافرت کرده است نه جانبداری از سیاستمداران رقیب در مصر در تحولی دیگر خبرگزاری دولتی مصر گزارش داد تاریخ مجدد محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور برکنار شده مصر روز 25 فروردین ماه آینده در دادگاه تجدید نظر برگزار خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرهای خود به منطقه خاورمیانه تلاش ها برای گفتگو درباره بحران سوریه را از سر گرفته است. بشار اسد یک شنبه در مصاحبه با خبرنگار ازامی روزنامه انگلیسی ساندی تایمز به دمشق گفت که از حکومت کنار نمی و سوریه را نیز ترک نمی کند. به گفته او دلیل این است که حتی اگر از قدرت برود بحران در کشورش ادامه خواهد یافت اسد نظرات همیشگی خود را در این زمینه که معارضین مشتی تروریست و خائن هستند تکرار کرد اینها در حالی است که چاک وزیر دفاع آمریکا در نخستین نشست خبری خود در نشست, در نخستین نشست خبری خود گفت که با دادن تسهیلات به معارضین مخالف است اما دادن کمک های دیگر را همچن... همچنان مورد حمایت قرار می دهد. بشار اسد در مصاحبه با ساندی تایمز به در ساندی تایمز به, سخ سختی انگلیس در مورد, در مورد حمله قرار بشار اسد در مصاحبه با ساندی تایمز به سختی انگلیس را مورد حمله قرار داد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در پاسخ به این اظهارات اسد گفت امکان اعطای جنگ افزار به مخالفین اسد از سوی انگلیس در دست بررسی است. در میان ولید معلم وزیر خارجه سوریه روزهای شنبه و یک شنب در تهران با شماری از سران ایران راه های گرفتن کمک بیشتر از ایران برای حفظ نظام بشار اسد را جستجو کرد. وزیر خارجه ایران در مصاحبه خبری در پایان مذاکرات با همتای سوریه خود گفت که ایران همچنان از سوریه حمایت می کند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر گفت تلاش می کنم که انتخابات پارلمانی در, در موعدی که بیش پیشتر اعلام شده برگزار شود و وی مسئولیت آن را بر عهده گیرد. او قول داد که انتخابات شفاف و سالم باشد این در حالی است که جامعه مصر به شدت دو قطبی شده و ارزیابی می شود که التهاب و تش... تنش‌ها هرچه هر چه سریعتر به زمان انتخابات نزدیک می شود که به زمان انتخابات نزدیک می شود افزایش شود به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید تلاش می کنیم که انتخابات پارلمانی در موعدی که پیشتر اعلام شده است برگزار شود و وی مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. او قول داد که انتخابات شفاف و سالم باشد این در حالی است که جامعه مصر به شدت دو قطبی شده و ارزیابی می شود که التهاب و تنش ها هر که بیشتر به زمان انتخابات نزدیک می شود افزایش می انتخابات زود هنگام پارلمانی مصر برای روزهای 22 و 23 آوریل دوم و سوم اردیبهشت آینده در نظر گرفته شده است اما در حالی که هنوز هشت هفته تا این موعد باقی مانده است التهابات شدید در صحنه سیاست و جامعه مصر ادامه دارد و محمد مرسی تأکید دارد که کنار نخواهد رفت اخوان المسلمین و, و حزب وابسته به آن عدالت و آزادی تنها حزب مهمی است که از این انتخابات حمایت کردند هرچند که حزب النور گفته است که ممکن است حامیان خود را به شرکت در رأیگیری فرا بخواند اما جبهه نجات ملی شامل شماری از احزاب مهم مخالف تاکید کرد که در این انتخابات شرکت نخواهد کرد محمد البرادعی رهبر جبهه نجات ملی در روزهای گذشته ملت مصر را به خودداری از رفتن به پای صندوقهای رأی فراخواند امر موسا وزیر خارجه اسبق مصر که رئیس حزب موسوم به کنگره مصر است از فراخانی محمد البرادهی حمایت کرد و گفت در شرایط ناعادلانه امروز و در حالی که اخوانیها ها میخواهند دیکتاتوری به وجود آورند نمیتوان در چنین انتخاباتی شرکت کرد در ارتباط با مصر این را نیز باید گفت که برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران وزیر گردشگری مصر از دوشنبه برای یک دیدار رسمی به ایران رفته است مصر که با وضعیت اقتصادی دشواری روبروست و شمار گردشگران خارجیش به شدت کاهش یافته امیدوار است بتواند ایرانیان را به سفر به مصر تشویق کند محمود احمدی نژاد در سفر چند هفته پیش خود به مصر گفته بود که مایل نیست روادید برای ایرانیان در سفرشان به مصر باطل شود ایران نگران است که شمار زیادی از ایرانیان برای زیارت آرامگاه پادشاه فقید ایران که در مسجد الرفائی در قاهره است به مصر برود بنیامین نتنیاهو در حالی امروز نیز به تلاش های پیگیرانه خود برای تشکیل دولت اعتلافی جدید ادامه داد که, که از مهلتی که رئیس جمهوری این کشور به ویداد تنها دوازده روز دیگر باقی مانده است مهلت اول، اولیه چهار هفته ای که شیمون پرز به نتنیاهو برای تشکیل دولت داده بود شامگاه شنبه به پایان رسید و جز یک حزب کوچک به رهبری خانم لیونی احزاب دیگر در برابر ورود به دولت او سرسختی نشان میدهند و هر یک خواسته هایی مطرح کرده که نتانیاهو پذیرش آنها را چندان ساده ندانسته است به گزارش رسانه های اسرائیل اگر نتانیاهو نتواند تا چند روز دیگر دولت خود را به مجلس این کشور معرفی کند باراک اوباما از سفر به اسرائیل در سیوم اسفند خودداری خواهد کرد و خبری از انگلستان ملکه الیزابت برای نخستین بار پس از ده سال, دیدا... دیدارهای دیدار روزهای آینده خود از بخش ولز در بریتانیا و همچنین سفری به روم همانند سایر برنامه های کاری خود به دلیل بیماری لغو کرده است ملکه 87 ساله بستری نشده ولی معاینات لازم را برای بررسی التهابات داخلی بدن به ویژه آماس مده و روده در بیمارستانی در لندن پشت سر گذاشت به تازگی نیز همسر 90 ساله او پس از چند روز در بیمارستان بستری بود و اما آخری خبر کاردینال های کاتولیک که از حق تصمیم گیری در خصوص گزینش پاپ جدید برخوردارند امروز دوشنبه در نخستین نشست غیر رسمی در واتیکان برای رایزنی در مورد انتخاب روحانی ارشد که جایگزین پاپ بندیکت 16 هم شود شرکت کردند ارزیابی می شود که پاپ جدید تا کمتر از دو هفته دیگر معرفی شود بندیکت 16 هم از چند روز پیش به اقامت شخصی خود در زیر نظر محافظان سوئیسی انتقال یافت و درباره واتیکان تا گزینش پاپ جدید موقتاً محرموم شده است ممنون و سپاسگزارم از اینکه با من بودین در این بخش خبری در بخش بعدی خبر خبرهای فرهنگی شهلا با شما همراه خواهد بود با درود بر شما بینندگان عزیز گزارش های فرهنگی را با خبری از خواننده محبوب آرش آغاز می کنیم. تازه ترین ترانه آرش خواننده ایرانی مقیم سوئد که آن را همراه با یک خواننده اروپایی خوانده است در صدر ترانه های پرفروش هفته گذشته در آلمان قرار گرفت و به جدول محبوب ترین ترانه های مورد توجه جوانان این کشور راه یافت. جمهوری اسلامی ایران از ساخت سریال های جدید برای خدشدار کردن چهره خاندان پهلوی باز نمی استد. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. جمهوری اسلامی ایران از ساخت سریال های جدید برای خدشدار کردن چهره خاندان پهلوی باز نمی استد. با گذشت سی و 34 سال از روی کار آمدن حکومت اسلامی، صدا و سیمای ایران که به گفته بسیاری از ناظران با کمبود مخاطبین روبروست و در حالی که میلیون ایرانی هر روز به استفاده از ماهواره روی می آورند اعلام کرد که تصمیم دارد سریال های تازه ای درباره پهلوی ها بسازد پس از تلاشی که سیمای ایران برای جلب نظر بینندگان از طریق تولید سریالی با نام کلاه پهلوی کرد اکنون مجموعه ای را با نام معمای شاه در دست ساخت دارد مسئولان سیما گفتند که تنها به چهره های خانواده پهلوی اکتفا نمی کنند بلکه می خواهند به نقش برخی از هنرمندان آن زمان نیز بپردازند از گوگوش و ستار گرفته تا ابی همچنین قرار است نقشی برای یاد علی شریعتی در نظر گرفته شود کافه سینما یکی از وبسایت های سینمایی ایران این هفته خبر داد که سازندگان سریال معمای شاه این روزها در حال تلاش هستند تا هنرمندانی را بیابند که شباهت های با گوگوش ابی و ستار داشته باشند کسی که قرار است نقش شاه را در این سریال بازی کند حسین نور علی است جعفر دهقان در نقش رضا شاه ظاهر خواهد شد و بهرنگ علوی نقش ژنرال فردوس را دارد اما هنوز معلوم نیست که چه کسی نقش و فرح پهلوی را ایفا می کند سیمای ایران مدعی شده است چون برخی از خوانندگان تاقوتی مانند گوگوش و ستار و ابی با دربار پهلوی ارتباط داشتند لازم است که افرادی نیز برای نقش آنها در این سریال در نظر گرفته شود ممنون از توجهتون و در ادامه همکارم مسعود با شما خواهد بود با خبرهای اقتصادی درود بر شما مسعود هستم و توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب میکنم منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی به خبرگزاری رویترز گفتند شرکت گلنکور هزاران تن اکسید آلمینیوم را به شرکت ایرانی ایرالکو که با فعالیت های هسته ایران مرتبط است فروخته است در این گزارش آمده است افشای روابط تجاری بین شرکت گلنکور بزرگترین شرکت تجاری جهان و شرکت آلمینیوم ایران ایرالکو دشواری های پیش روی کشورهای غربی برای محدود کردن روابط تجاری ایران با دیگر کشورها را نشان می دهد. به رغم تحریم های شدید،, شدید غرب علیه سیستم بانکی ایران این کشور راههای جدیدی برای تداوم معاملات تجاری پیدا می کنند. شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران که با شرکت ایرالکو مرتبط است از سال 2006 از سوی سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار گرفته است. شرکت گلنکور با تایید اینکه با ایرالکو در ماه اوت سال 2011 قرارداد بسته است، مدعی است که این قرارداد قانونی بوده و تلاش برای دور زدن تحریم ها علیه ایران را رد کرده است. دیپلمات های سازمان ملل متحد گزارش مربوط به انجام معامله تجاری بین این دو شرکت را تایید کردند. حمید تیموری معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات دیروز به خبرگزاری مهر گفته است که مصوبه استخدامی دولت احمدی نژاد موسوم به مهرآفرین آفرین در بیش از 57 مورد دارای ایرادات قانونی است. وی در این باره به تمامی دستگاه اجرایی و استانداران کشور هشدار داد اجرای این مصوبه دولت جرم شناخته می شود. منتقدان این مصوبه میگویند که اجرای آن در آخرین ماه های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هزینه های مالی زیادی را می که امکان تأمین آن برای دولت آینده وجود نخواهد داشت هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه این مصوبه را مغایر با قانون دانسته و بر همین مبنا دو هفته پیش رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور اجرای آن را غیرقانونی اعلام کرده بود این در حالی است که پیشتر غلام حسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرده بود که مصوبه استخدامی دولت پس از اصلاح و رفع ایرادات وارده توسط مجلس به منظور اجرا به همه نهادها و دستگاه ها ابلاغ شده است در دیدمای گذشته عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از امکان استخدام بیش از نیم میلیون نفر بر مبنای این مصوبه خبر داده بود مخالفانی مسببه با غیر عملی دانستن آن میگویند این طرح با اهداف انتخاباتی و به قصد جذب آرای رای دهندگان و یا استخدام هواداران آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده است محمود احمدی نژاد یک شنبه با حضور در نشست کار گروه وزارت صنعت، معادن و تجارت به خودروسازان بزرگ کشور به ویژه ایران خودرو و سایپا هشدار داد که اگر هرچه زودتر قیمت تمام شده خودروها را به میزان چشمگیری پایین نیاورند دولت وی تعرفه گمرکی واردات خودروهای خارجی را کاهش خواهد داد تا با واردات اتومبیل های خارجی که مورد توجه بیشتر مردم ایران است خودروسازان داخلی از کار خود در زمینه افزایش چشمگیر بهای اتومبیل پشیمان شوند رئیس جمهوری از خودروسازان خواست که همزمان با کاهش قیمت ها شمار بیشتری از خودروها را برای فروش به مردم عرضه کنند در گزارش های روسای گذشته آمده بود که دست کم هفتاد هزار اتومبیل جدید در انبار ایران خودرو و سایپا به امید افزایش بیشتر قیمت ها انبار شده است اما خودروسازان گفتند که ظاهر اتومبیلها ها با باطن ها تفاوت دارد مفهومی که وقتی در آنها دقت شود معلوم خواهد شد که هنوز با ببخشید که هنوز باید به قطعات زیادی مجهز گردند که در حال حاضر به دلیل قد... کمبود قطعه و مسائل اقتصادی مرتبط با تحریم ها خودروسازان از دسترسی به آنها محروم هستند در هر حال احمدی نژاد تا سهشنبه به خودروسازان بزرگ کشور مهلت داده است که پاسخگوی ارتیماتوم او باشند ضمن تشکر از توجه شما به این بخش خبری به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی کنم. شب خوش خدا نگهدار سلام شب شما بخیر با چند خبر ورزشی لطفا ما همراهی بفرمایید هفته 28 م رقابت های فوتبال باشگاه های برتران اصل امروز با برگزاری سه دیدار به پایان میرسد که طبق برنامه تیم های استقلال تراکتور سازی و فولاد مبارکه سپاهان سه تیم صدر جدولی مساف حریفان خود رفتند در نخستین بازی امروز در درود تیم فوتبال سپاهان در مساف با میزبان خود تا دقیقه سه به از حریف خود پیش است در تبریز دیدار تراکتور سازی و نفت تهران تا دقیقه 35 با تصاوی بدون گل در جریان در حساس ترین و آخرین بازی هفته در قم استقلال ساعت نشین رو در روی میزبان خود سبای قم قرار خواهد گرفت خب چند خبر کوتاه ورزشی فیفا یک با ارسال نامه‌ای به پرسپولیس به باشگاه پرسپولیس مسئولان این باشگاه تنها تا 15 ماه مارس فرصت داد تا بدهی 200 هزار دلاری نلو وینگادا سرمربی پرتغالی و اسبق تیم فوتبال این باشگاه را پرداخت کنند خبر دیگر از سرخ و پایتخت این که دکتر وجی الله چشم پزشک این تیم درباره آخرین وضع مهدی مهدوی کیا و علی کریم کاپتان اول و دوم این تیم که چند روز به علت دور از میادین فوتبال هستند گفت ها به آمادگی کامل رسته و جمعه در تمرینات گروهی شرکت کرد و حضور این بازیکن در بازی با زبان به نظر کادر فندی بستگی دارد و همچنین درباره وضعیت علی کریم نیز اظهار داشت بعد از یک ماه برنامه تمرینی که برای بهبود مسئولیت کریمی در نظر گرفته شد و تلاش هایی که این بازیکن انجام داد او مشکلی برای بازی ندارد صر یکشنبه هواداران تیم فوتبال داماش گیلان با حضور در ورزشگاه ازودی رشمانه برگزاری تمرین این تیم شده به خواستار برکناری همه درخشان از سرمربیگری این تیم شدند پس از این اتفاق مسئولان باشگاه داماش با برکناری درخشان افشین نازمین دستوره را تا پایان فصل به عنوان مسئول فنی این تیم انتخاب کردند. یوسن بولت قهرمان دوهای سرعت بازی های المپیک و سریع ترین دونده جهان حال حاضر جهان برای حضور در لیگ الماس پاریس که ماه جولای برگزار خواهد شد 229 هزار یورو دریافت خواهد کرد. خبری از بازی کنه تیم یونایتد رایان گیگز بازیکن برزی تیم منچستر یونایتد که در طول دوران حضور در این تیم هزار بازی برای یونایتد انجام داده است قرارداد خود را یک سال دیگر تمدید کرد تا به جمع بازیکنان 40 ساله بپیوندد به این ترتیب گیگز تا پایان سال 2000 تا پایان تابستان 2014 در منچستر ماندگار خواهد شد و می تواند 23. سال حضور در این تیم را جشن بگیرد و ماسیما موراتی مالک متمول باشگاه اینتر میلان ایتالیا که از سال 1995 میلادی در این باشگاه بزرگ شهر میلان حضور دارد با تایید خبر فروش سهام اینتر گفت تنها چیزی که اکنون به فکر به آن فکر میکنم کمک سهامداران اقلیت برای ساخت ورزشگاه جدید است و پس از ساخت ورزشگاه به فکر فروش باشگاه خواهم بود خب در پایان سه خبر از لیگ های فوتبال باشگاه های اروپایی در ادامه هفته 28 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر جزیره یک در ورزشگاه وایت هارتل لندن تیم‌های تاتنهام تاتن هام و آرسنال دربی شمال لندن را برگزار کردند که این بازی با برتری دوره تاتنهام میزبان خاتمه یافت و این تیم با این بردشین پنجا و امتیازی شد و بالاتر از چلسی در رده سوم جد و در بندی قرار گرفت در آخرین دیدار از هفته 24 فوتبال باشگاه آلمان بوندسلیگا هم یک شب بایر مونیخ بیرقیب مسابقات با تگل ماریا گومز از صد میزبانش هوفنهایم گذشت و با, با 63 امتیاز مقتدرانه به یک تازی خود در صدر جدول ادامه داد و در چارچوب هفته 27 رقابت فوتبال باشگاه سری آ آی ایتالیا کالچو یک شنبه اینتر میزبانش کاتانیا را از پیشی رو برداشت با 47 امتیاز به رده چهارم جدول صعود کرد و جای لاتسو را در این مکان گرفت خب میرسیم به پایان خبرهای ورداشتی این بخش بسیار خوشحال هستیم در خدمت شما بودیم تا دیدار آینده خدا یار و